سلام به همه، خیلی ممنونم که اومدید اینجا. از ایران آکادمی هم تشکر میکنم که این فرصت رو واسه ما فراهم کرده. این جلسه در واقع بیشتر به مناسبت انتشار کتاب در میانه در حاشیه است که اینجا میبینید، کتابی که درباره لایه‌های فقیر طبقه میانی تو ایرانه. و اما خب قبل از اینکه من برم سراغ خود کتاب، کسایی که امروز تو این پنل با منو معرفی میکنم که خیلی هم نیاز به معرفی ندارم، آصف بیاض استاد جامعه شناسی پژوهشگر نویسنده است که به ویژه در مورد ایده کتاب در حاشیه در میانه و توی مقاله‌های اون بسیار بهشون استناد شده، نازلی کانوری که به صورت آنلاین با ماست، نویسنده و پژوهشگر و دانشجو مختلف مطالعات جنسیت که کاناداست و ادیتور این مجموعه است، محمد رضا نیکفر نویسنده و دکترای فلسفه، اون یکی از نویسنده‌های کتابه، و خودم ایمان گنجی که دکترای فلسفه خوندم و منم یه نویسنده از نویسنده‌های کتاب. حالا من خیلی خلاصه برم سراغ کتاب. این کتاب مجموعه از 11 تا مقاله و یک مقدمه است درباره لایه‌های میانی فقیر شده و تغییر شونده طبقه متوسط توی ایران. این مقاله ها از زاویه مختلفی به این موضوع پرداختن و کوشش کردن نمایی از یک وضعیت، یک قشر پرشماری رو نشون بدن که توی بحث ها درباره ساختار جامعه ایران و به ویژه این شورش ها یا خیزش ها یا جنبش های اخیر که سرش بحثه که چجوری اسمگذاریشون کنیم، مدام به این قشر اشاره میشه. توی مقدمه خود کتاب در واقع انگیزه گردآوری این کتاب این روندهای به حاشیه روندن و فقیرسازی اینجوری اومده. نوشته شده که توی جریان گزارشگری روزانه در مورد لایه‌های محروم جامعه و مناطق حاشیه‌ای و مورد تبعیض، مدام این موضوع جلب نظر می‌کند که حکایت فقر در ایران محدود به موقعیت فقیر بودن نیست، بلکه جنبه مهمی از موضوع را فقیر شدن تشکیل می‌دهد. پدیده رانده شدن به زیر خط فقر به ویژه در 10 ساله اخیر موضوع ثابت گزارشگری و بحث رسانه است، از جمله در رسانه‌های حکومتی. مسئله فقیر شدن مسئله همه لایه‌های زیر جامعه ایران است. اما اگر تفکیک کنیم میان فقیر شدن و فقیرتر شدن، آن وقت توجه خاص به نفس فقیرتر شدن موجه می شود. بدان سان که فقیر شدن دامنگیر لایه‌هایی می شود که فقیر به حساب نمی آمدند و تصور در درون و بیرون این لایه‌ها این بوده است که فقیر نمی‌شود. این توجه لایه‌های فقیر طبقه میانی را در کانون فکر اجتماعی پرسشگر قرار می‌دهد. چرا چنین شدند؟ چه بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهند؟ زیست جهانشان چگونه است؟ خلاصه طرح همین پرسش‌ها بود که مقاله‌های مختلف این کتاب را باعث شده که نوشته بشه. از بقیه نویسنده‌های این کتاب میشه به پرویز صداقت، امید مهرگان، میدیا خانلری، محمد مالجو، مریم قهرمانی اشاره کرد. کتاب از جنبه‌های مختلفی به طبقه متوسط پرداخته، به ویژه مفهوم طبقه متوسط فقیر که آقای آصف بیاض در مورد اون مفهوم پردازی کرده. مقاله‌ای هست از بیژن فرزانه که به طور خاص در مورد همین مفهوم به صورت انتقادی اون مورد بازپرسی قرار داده. مقاله اقتصاددانه‌ای مثل پرویز و صداقت و محمد مالجو توی این کتاب به اقتصاد سیاسی طبقه متوسط می‌پردازند. مقاله محمد رضا نیکفر در واقع بحثی نظری توی حوزه اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی طبقه متوسط، از زاویه بازنمایی توی سینما، هنر، ستم ملی بر اقلیت‌ها و مسئله زنان و مسئله مواد مخدر هم طبقه متوسط و لایه‌های فقیرشونده اون توی ایران مورد بحث قرار گرفت. مقاله خود من توی این کتاب در مورد زاغه نشینیه که همینطوری شاید ساکنان زاغه رو نشه به طبقه میانی مربوط دانست. اما خب من یه ذره اینجا توضیح میدم که چرا من مفهوم زاغه رو انتخاب کردم و بعد از اون میریم سراغ بقیه سخنرانی پنل. در واقع مفهوم زاغه جذابیتی که داشت این بود که به عنوان یک حد طبقاتی یه جور لیمیت اینجا توی این بحث به درد میخوره و از طرف دیگه مفهوم خود حاشیه هم که به هر حال توی تیتر کتاب ماست از دو جنبه توضیح میده. یکی این که زاغا عموماً تو حاشیه‌های جغرافیایی مکانی سر در میارن، یعنی چه توی حاشیه شهرهای بزرگ، چه تو کشورهای مثل ایران توی حاشیه‌های مرزی، جاهایی که ما منطقه‌هایی هستن که حالا کتن کت اقلیت نشین هستن. از یه طرف دیگه این زاغه ها یک معنای طبقاتی هم به حاشیه میدن، اونم توی فرآیندهای به حاشیه رونده شده. شما حتی اگه زاغه‌ای وسط
شهر تهران داشته باشیم مثل دیت و نک، اینها نماد به حاشیه رانده شدن طبقاتی هست. حالا شکاف های تبعیض‌آمیز دیگه ای مثل شکاف های قومی، ملی، جنسیتی، دینی این فرآیند به حاشیه روندن رو تشدید میکنه، اما به طور خاص زاغه هایی که حتی تو مرکز شهر هم اینا نماد به حاشیه رانده شدن طبقاتی هست. یه دینامیک دیگر هم زاغه توی خودش بیان کرده، یکی اینکه زاغه محصول فرآیند به هر حال اقتصاد سرمایه‌داری جهانیه، یه پدیده جهانی سازی شده است، اما به هر حال الان هر چقدر که ما از قرن 19 هم اومدیم جلوتر و جلوتر و جلوتر، بیشتر و بیشتر توی کشورهای جنوب جهان ما الان با زاغه های وسیع مواجهیم. بنا به آمار سازمان ملل بیشتر از 1 میلیارد نفر توی زاغه ها زندگی میکنن که 80% این زاغه نشینا توی آسیای شرقی، جنوب شرقی، آفریقای سیاه و مرکز و جنوب آسیا. ولی خب از طرف دیگه این درسته که ما با یک دینامیک جهانی و جهانی سازی شده طرفیم، اما کشورهای هر کشور خاصی حاشیه خودش رو تولید میکنه، زاغه‌های خودش رو تولید میکنه، این فرآیندهای به حاشیه رونده شدن هم توی هر بستر محلی متفاوتن. همون چیزی که مثلا ما توی قضیه ادغام سوری و ادغام کامل توی مارکسیسم داریم، یعنی به هر حال یک فرایندیه که جهانی سازی شده است، اما واسه اینکه بدونیم توی ایران چی میشه که این فرایند به باعث میشه که به وجود بیاد فرآیندی به حاشیه رانده شدن و تشکیل زاغه و خود ایران بررسی بکنیم. اما خب به هر حال بیشتر از اون که زاغه شاید مفهومی باشه که به طور مشخص به طبقه متوسط فقیر به پردازه، مفهوم کلی‌تری مثل فقیران شهریه که میتونه حالا توی اون ترمینولوژی طبقاتی مارکسیستی توی طبقه‌های مختلف قرار بگیره، مثل خرده بورژوازی، طبقه کارگر. ولی بیشتر از اینکه به هر حال زاغه مد سکونت طبقه فقیر متوسط باشه، بیشتر محل سکونت جمعیت مازاد یا همون سورپلاس پاپولیشن، و اینها یه تفاوت‌هایی با هم دارن، یه شباهت‌هایی با هم دارن، ولی به هر حال اون جایی که باعث میشه که شما زاغه رو به عنوان حد طبقاتی بفهمین، اون جایی که شما آنالیز میکنین هم ترکیب بندی طبقاتی رو توی ایران و هم ائتلاف های مبارزاتی رو توی ایران، یعنی اینکه مثلا اگر ما بخوایم این بحث به مکان، همین مکان شناسی و طبقه پیش بریم، ما به طور کلی دو سمت از مکان داریم. یکی اون مکانی که ما حالا مثلا بهش میگیم مسابقه، مکان به مسابقه موقعیت اجتماعی، مکانی که کاملا مادی نیست، مفهوم غیر مادی به واسطه دست بازنمایی حکومتی تعریف میشه که خب میتونیم بهش بگیم شأن یا شأن اجتماعی. یه جور دیگه مکان داریم، مکان فیزیکی تره، اون چیزی که مثلا میتونیم بهش بگیم مکان حصار بندی شده یا انکلوزمنت، که از دور مفهومیه که در مورد دولت بورژوایی جنینی توی بریتانیا به وجود اومد، وقتی که زمینای مشترک رو دورش حصار می‌بستن و اونا رو از حالت زمین مشترک برمیگردوندن به مالکیت دولتی که خب حالا الان بهش میگیم مالکیت عمومی. و این یعنی که ما توی جامعه زندگی می‌کنیم که به هر حال مکان‌های انضمامی متفاوتی با حقوق مالکیتی متفاوت داره. حالا شما اگه این تضاد این دو جور مکان رو در نظر بگیرین، شما ممکنه کسایی رو داشته باشید که به لحاظ شأن اجتماعی فکر میکنن که نباید توی اون جایی، توی اون مکان یا اون حساربندی که توش زندگی میکنن، توی اون زندگی بکنن. یعنی این مکانمندی اجتماعی شأن و مکان فیزیکی زندگی شهری و حساربندی بینش تنش و اختلاف ایجاد میشه. من فکر می‌کنم آقای بیات به نحوی این مفهوم رو مثلا در مورد طبقه متوسط فقیر نوظهور توی دولت‌های عربی به کار می‌بنده، وقتی که میگه جوانان جهان شهرگرا و مدرن و تحصیل کرده انتظار یه زندگی طبقه متوسطی دارن، اما بیکاری و بی‌ثباتی اونها رو به حاشیه میرونه و در واقع انگار داره یه تنشی بین مکانمندی اجتماعی و امکانات زیستی اونها رخ میده. به همین شیوه 1993 سانجای کیرو جامعه شناس هندی در مورد زاغه نشینا میگه که اونهایی که گذشته توی محلات غیر زاغه نشین توی شهر داشتن و با از سرگذروندن تباهی اقتصادی توی زاغه ها سکونت گزیدن، کار دشواری برای تاب آوردن تنشی دارن که از دل ارزش طبقه متوسطی اونها و واقعیت زندگی در زاغه میاد. محمد رضا نیک‌فرام، من
دوباره اینا تفسیرای منه، ولی خب احساس میکنم این اختلاف بین مکانمندی اجتماعی و مکان زندگی شهری رو توی اون مقاله خودش توی تلاقی بین محور طبقه با محور پایگاه میفهمه. نیکپر مینویسه که محور عمودی ماتریس اجتماعی با مفهوم طبقه و محور افقی با مفهوم پایگاه بیان میشه که در ساده ترین تعریف بیان شأن و ارج در نظام نابرابری است. هرچه به سمت چپ برویم کم ارجتر میشه. برای همین شاید اینجا طبقه متوسط فقیر مفهوم بدی نباشه واسه تجوری رابطه بین طبقات میانی و زاغه به عنوان یک حد طبقاتی. خب من چون که به هر حال ما زمانمون کمه و میخواییم که این یکی رو احتمالی در پرسش و پاسخمون بیشتر از جلسه قبلی باشه، من خلاصه میکنم اون جای دیگهی که ما اختلاف این دوتا رو با هم میبینیم به ویژه توی ایران همین ائتلاف مبارزه که بین طبقه های به حاشیه رونده شده، طبقات فرودست و طبقات میانی، طبقات میانی فقیرتر توی خیزش های ده 96 و آبان 98 ظاهر شد. اگرچه خب بخش قابل توجهی از طبقات میانی فرادستر نسبت به خیزش ها بدبین بودن، شاید در اون شرکت گسترده نکردن، اما طبقات میانی فرودستر رو بحران زده، معلم ها، پرستار ها، کارگر ها، راننده ها، کارگرهای صنعتی و غیره بخشی از اون بودن و بارها به حمایت از معترضا برخواستن. خب من حالا اینجا بحث خودم رو در مورد این تموم کنم، امیدوارم که یک ایده توپولوژیک در مورد خود حاشیه داده باشه. بعد از این ما میریم سراغ نازلی کاموری که مقالش توی کتاب در حاشیه کنش گفتاری تاثیرگذار بر کمپین های آنلاین و آفلاین مربوط به قتل ناموسی، تجاوز جنسی و حجاب اجباری. ببینید همونطور که ایمان گفت خیزش های ۱۶ آبان ۹۸ یک جوری یک تظاهرات های سراسری و سرکوب گسترده معترضان بود، ولی که خیلی در مورد که این آدم هایی که اومدن بیرون و در واقع این اکتورهای اجتماعی هستن که در این تظاهرات ها شرکت کردن، این خیزش ها شرکت کردن، دوچار بحران کرد، حداقل فضای رسانه‌ای داخل ایران. اتفاقی که افتاد و تا حدی جالبی بود که به طور فزایندهی در رسانه‌های داخل ایران مقاله هایی منتشر شد که هشدار میدادن که طبقه متوسط در ایران در حال فقیرتر شدن. یکی از این مقاله مال سجاد بیضاوی جامعه شناس ساکن ایران بود که نوشت مشکلات اقتصادی چنان سنگینی میکنند که دیگر طبقه متوسط دغدغه اصلی خود را که کسب حقوق مدنی آزادی و شیوه مشارکت های اجتماعی به شیوه مشارکت های اجتماعی مسالمت آمیز است فریاد نمیزند. اکنون طبقه متوسط در ائتلاف ناخواسته با طبقه فقیر جامعه قرار دارد و این موضوع فقیر شدن طبقه میانی به زودی زود راه پیدا کرد به مقاله هایی که در مورد زنان ایران چه در داخل ایران چه در غرب نوشته شد. ۷ فروردین 1400 آزاده معاونی و سوسن تماسبی در نیویورک تایمز مقاله نوشتن و هشدار دادن که زنان طبقه متوسط ایران در حال ناپدید شدن هستند. یه بسته سیاسی بود در اعتراض به تحریم ها، البته مقاله اونها، و داشت سعی میکرد میگفت که اگر زنان طبقه میانی هستن که برای اصلاح آزادسازی امور قرار است کاری کنن که به هر حال به نوعی بعد دموکراسی های لیبرال بر این اساس هم ساخته شده، وضعیت حقوق بشر و دموکراسی دچار بحران میشه اگر قرار باشه که این زنان فقیر بشن. و با اینکه یک بسته سیاسی بود، یه حقیقتی هم در هفت تماسبی و معاونی بود، یعنی تشدید این اثرات تحریم های اقتصادی، سوء مدیریت اقتصادی، خصوصی سازی ها، موقتی سازی کردن نیروهای کار زن، خیلی عرصه اقتصادی رو به زن و طبقه میانی حرفه ای که تحصیلات دانشگاهی داشتن و برخیشون حداقل فعالان حقوق زنان بودن و تو کارزارها شرکت میکردن تنگ کرد. به اضافه سرکوب که خیلی تشدید شد بعد از سال 1388 در رابطه با تشکل‌های گراسروت زنان مثل 1,000,000 امضا، و این موجب شد که به هر حال زنان مجبور شدن برن در کارزارهای آنلاین فعالیت کنن و به نوعی کم خطرتر. من فکر میکنم این به کارگیری کمپین‌های بیان خشم در شبکه‌های اجتماعی استراتژی بود که در فمینیست های ایرانی یا حالا فعالان حقوق زنان استفاده کردن که مطالباتشون به صورت ساده و گاهی ساده سازی شده با
با ایجاد هدف به نظر من تأثیر عاطفی بیشتر بیان کنه. مقاله من خب در کتاب دمیناشه خیلی برگرفته از نظرات آسفیات هستش و از نظرات فمینیستایی هم از داخل ایران استفاده میکنم که از نظرات آسفیات استفاده میکنم و در این کتاب من البته اینجا فقط امروز بخش کمپین های مربوط به حجاب اجباری یا ضد حجاب اجباری رو میپردازم، ولی نشون میدم که چطوری این خانمایی که صادق‌ترین در کمپینای روز زمین فعال بودن و در تشکل‌ها فعال بودن، حالا یک تلاشی کردن برای همفهم کردن مطالباتشون به عنوان چشم‌اندازی برای ایجاد فعالیت افقی زنان روی زمین. در فضای آنلاین یک مقدار اما این در واقع حضور مجازی کمپینی کارزایی پیچیده شد به این مفهوم که در واقع در این ساده سازی کردن مفاهیم مربوط به زنان خیلی یک جور پوپولیزمی اومد بیرون که نیروهای ابهام یک تم اصلی بود و نیروهای متضاد خیر و شر خیلی مشخص بیان می‌شدن و کارزارا تقریبا همیشه تو سطح روابط عاطفی کار می‌کردن و شبکه‌ای از کاربران که لزوماً فمینیست یا آشنا به مسائل حقوق زنان نبودن در یه جور ریزوم تاثیرپذیری به هم مرتبط میکردن که حالا طوریک توضیح میدم این ریزوم هم من از کجا میارم. استفاده از این هشتگ‌ها باعث ایجاد تعامل و سمت‌دهی اخلاقی میشد و درگیر شدن با استدلال‌های عمیق پیرامون موضوع حجاب اجباری دشوار شد. محتواها کوتاه، قابل درک برای همه و اغلب برای برانگیختن یک اشتراک عاطفی بود. برای مثال بیان خشم و انزجار نسبت به گشت ارشاد، عاملان اون، جمهوری اسلامی و مانند اون. فعالیت‌های ضد حجاب اجباری در ایران به ویژه با کمپین‌های مثل آزادی‌های یواشکی زنان در ایران که مسیح نژاد هدایتش کرده شتاب بیشتر یافته یا شناخته بیشتر شده در رسانه‌ها و پژوهشگران مثل تماسبی و باتمان گریچ معتقدند که به هر حال این مرتبط به فشارها و سرکوب‌های روی زمین بوده، اما واقعا این فعالیت کم خطر هم نبوده برای فعالین حقوق زن چه روی زمین چه در واقع بیان آنلاینش. سرکوب و خشونت ادامه داشته علیه این فعالان و حکومت خشونت و سرکوب رو معمولا به نیروهای فمینیستی مستقر در کشورهای غربی و خواسته های ژئوپلیتیک قدرت‌های غربی نسبت میده که بتونه این توجیه رو در واقع سرکوب رو توجیه بده. مسیح نژاد خودش به عنوان چهره رسانه‌ای این کمپین بارها مورد حملات متعدد رژیم ایران قرار گرفته و زنانی هم که روی زمین در واقع فعالیت کنشگری در اعتراض به حجاب اجباری کردن دستگیر و زندانی شدن و برخشون حکمان خیلی سنگینی دریافت کردن. ولی در همین هم برخی از فعالان داخلی که اتفاقا تو نظریه های بیاد تو این در واقع آنچه که تشکل جنبش کلاسیکه و آنچه که جنبش های افقیه این اختلاف نظر برای اونها عمده تر هستش اینو بیان کردن که جنبش های روی زمین یا حتی جنبش های افقی یا همان های که حتی تشکل دارن نمیتونن با رهبری رسانه بیرون از ایران اداره شن یا داشتن نماینده پوستر و چهره در سطح رسانه باشه و فقط رسانه باشه و معتقدن این به قیمت کمتر بازنمایی شدن بخش های افقی مردمی کمپین روی زمینی انجامه و به ویژه اونها که دارن تلاش میکنن که اون تشکل هایی که سرکوب شدن رو دوباره تشکیل بدن یا پیوند هایی با اونها بدن به جنبش دانشجویی و جنبش های دیگه، جنبش کارگری، جنبش های صنفی و غیره. از جمله یکی از این حرکت های در واقع روی زمین که آنچنان تشکلی نبوده و با نظریه های بیاد خیلی از فمینیست های داخل ایران سعی کردن توضیحش بدن حرکت دختران خیابان انقلابه که شبکه‌ای از زنان گمنام و بی‌ارتباط به همه که در عرصه اون می‌رفتن حجاب خود رو برداشتن به چوب زدن و خب به نشان اعتراض آن رو تکون دادن. اولین نفر ویدا مبعدیس 31 ساله 6 دی 1396 این کار کرد در سکوی برقی در خیابان انقلاب. حرکت تکرار شد، یک جور اجراگری نمایشی داشت که نمایش می‌گذاشتن این موضوع رو و اون خودش جنبه مقاومتی داشت و در مجموع 32 زن در ارتباط با این موضوع دستگیر شدن و برخی از اونها تغییر قضایی شدن و حکم‌های سنگین هم دریافت کردن. نظریه های بیاد در مورد اقدامات جمعی بازیگران غیر جمعی در رابطه با فعالیت‌ها و کنشگران علیه حجاب اجباری از سوی کنشگران
و فمینیست های داخل ایران خیلی استفاده تحلیل شد اینجا برای توضیح حرکت در واقع دختران انقلاب. از جمله پریا رحیمی در نقد اقتصاد سیاسی نوشت که کنشگران این جریان فمینیستی دارای شبکه‌های افقی از ارتباطند که در فضای مجازی شکل گرفته و از سطوهای و از این سطوهای مجازی و ندیدار دیدارهای رو در رو به سیاق کمپین 1 میلیون امضا به سطوهای مترو و سطوهای تقسیم بر شهری رسید. زنان و دختران خیابان انقلاب حامل به نظر من یک عملیات فمینیستی مقاومتی و یک اجراگری مقاومتی هم که کمی متفاوت میکنه این بیان رو از بیانهای قبلی. من با رحیمی در استفاده از نظریه بیان موافقم که سنگرهای مقاومتشون رو این زنان خارج از چارچوب سلسله مراتب احزاب و چانه‌زنی با نهادهای رسمی ساختن و برساختن و جنبش اونها شاید بشه ناجنبش باشه و جنبش کلاسیک نباشه، اما به شکل پایداری داره همینطوری ادامه پیدا میکنه و شبکه‌ای از کنشگران بی‌نام و نشان همراه با این مطالبه کرده. اما به نظر من در بیان این خشمی که چه رو زمین چه در فضای مجازی نمود پیدا میکنه مؤلفه دیگه‌ای هست که مهمه و اون مؤلفه افکت یا ببخشید فرنگیشو میگم، خود ایمان این رو ترجمه کرده به تاثیرگذاری عاطفی و تاثیرپذیری عاطفی. این مؤلفه ها در واقع پیام این کارزارهای روزمین آنلاین رو برای کاربران عادی قابل دسترس‌تر و ساده‌سازی‌تر می‌کنه. کنش‌های گفتاری به عنوان که به عنوان یک جور پیش نیاز برای اقدام‌های جمعی در نظریه‌های لیبرال دموکراسی خیلی موقع برگرفته است. یورگن هابرماس خیلی عقلانیت محور به موضوع در واقع حرکت‌ها و حرکت‌های مطالعه محور برای تغییر نگاه می‌کردن که در افراد حوزه خصوصی به عنوان یک جمع عمومی گرد هم می‌آمدن با یکدیگر یک گفتگو و مناظره می‌کردن و در این بحث استفاده عمومی از عقل می‌شد و بعد این عقل و استدلال ورزی ارزش می‌یافت و یک جور خیر عمومی رو منجر می‌شد. ولی واقعاً مؤلفه عقل و خیلی چیزی نیست که در این کمپین ها تنها مسئله در واقع بیانی هستش. من وام گرفته از ژیل دلوز و فلیکس گاتاری به نظرم باید یه مقدار از این درک عقلانیت محور در تحلیل بازنمایی این کمپین ها و یا حتی خود اجراگریشون فاصله گرفت و بر اهمیت تأثیرات عاطفی در شکل ذهنیت سوژه فمینیستی، حتی سوژه حامی این حرکت ها و عملیات مقاومتی بیشتر تحلیل کرد. در این بازنمایی ها به نظر من عاطفه تنها یک احساس نیست، یک جور توانایی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری به شیوه متقابله که یک بدن به بدن بعد به بدن بعد و اینجا بدن به مفهوم گسترده تر بدنهای ذهنی که این در واقع ایجاد یک فهم مشترک و رابطه با وضعیت ظالمانهی که به نظر این مجموعه در واقع بگیم سابجکتیویتی یا سوژگی عملیات مقاومتی در رابطه با حکومت ایران از جمله مثلا وضعیت ظالمانه ای که برای زنان ایجاد کرده در واقع جایابی میشه. مفهوم این تصویرسازی که من از یک بدن به یک بدن به یک بدن دیگه میگم یک جور ایده ای هستش که باز اونم از دلوز و گاتاری گرفتم، یک جور تصویرسازی ریزومی هستش که از قضا وقتی کسایی که این روابط شبکه کاربران رو تو فضای آنلاین نقشه برداری میکنن، شما وقتی شبکه ارتباطی اینها رو حتی نگاه هم میکنید شبیه یه جور ریزوم، شبیه یه جور ریشه مثلا زنجفیل میمونه، نودهای خیلی برجسته‌ای داره و اینها بس شدن به یه جای دیگه، بس شدن به یه جای دیگه و شما میبینید که در این در واقع شکل زمین ساقه‌ای که کمی تفاوت داره با اون چیزی که ما از قبل گراس روت میشناختیم، رابطه ها با دیگری به شکل ناهمگونی شکل میگیره. هر نقطه از ریزوم میتونه به هر نقطه دیگه متصل بشه و امکان در واقع عملیات مقاومتی در اتصال بین این بدنها فراهم میشه که همونجور که گفتم یه جور بدن فیزیکی فقط نباید بهش نگاه کنیم. فمینیست‌های ایرانی از این فضا استفاده کردن و که بتونن این حرکت‌ها و این نودای ارتباطی ویژه‌ای با شهروندای عادی، با شبکه‌های فراملی فمینیستا، با فعالین حقوق زنان، با رسانه‌های سنتی بیرون از ایران به ویژه تلویزیون‌های بیرون ایران، با بازیگران و نهادهای داخل دولت چه ملی و فراملی تسهیل کنن و تثبیت کنن. ابتکار خیابان دختران لای انقلاب
اتفاقا لایه دیگه هم داره که از اون کنش گفتاری فاصله میگیره، اون همون لایه اجراشه. یعنی این کمپین هایی که قبل از این در مورد مسئله مثلا بی‌حجابی در سالهای اخیر، چون برمان همیشه این چیزی بوده که بوده بعد از انقلاب، ولی زنان معمولا تصویرهاشون رو میفرستادن که مثلا فلانجا در یک کوچه حجابشون رو برداشتن و این میرفت به کمپین آزادی یواشکی. در مورد دختران خیابان انقلاب حرکت به شکل یک مقاومت غیر خشونت‌آمیز در فضای عمومی با یک جور حرکت نمادین و اجرا همراهه که این حرکت رو مردم میبینن، رهگذران میبینن، دوربین‌های شهری که این روزا از نظر امنیتی استفاده میشه از توسط نهادهای امنیتی برای شناسایی همین معترضین، اونها میبینن، بعد تو شلوغ‌ترین خیابان‌های تهران و سایر شهرها آخرام به دوربین‌های رسانه‌ای یک جور جهانی شده شبکه‌های فارسی زبان میرسه. این عنصر اجراگری یک جور اقدامیه که کلام توش نیست، بلکه یک جور عملکرد اجراییه و بدن زنان از نظر عاطفی خودش عنصر تأثیر میشه، عنصر افکت میشه و در واقع همین هم هجوم انتشار احساسات نسبت به حرکت خیابان دختران خیابان انقلاب رو در شبکه ها تشدید میکنه. ما میبینیم که مثلا برخلاف کمپین مخالفت با حجاب اجباری بیشترین حمایت از طیف گسترده از مردان به دنبال داشته که بیان حمایتی اونها هم معمولا افکتواله. من میخوام ولی بگم که این موضوع تنها موضوع نیست. روی زمین توی ایران فعالانی هستن که همین موضوع حجاب اجباری رو همچنان معتقدن که باید با مدل‌های کلاسیک تشکل‌یابی پیش برد. در بین سال‌های 1396 تا 99 حرکت‌های علیه حجاب اجباری در دانشگاه‌های ایران شکل می‌گیره. این اولین نیست، در سال 88 هم دانشجوهای چپ باز همچین حرکت‌های شکل داده بودن، ولی این بار اینها به عمد و به تأکید برمیگردن به مدل‌های کلاسیک جنبشی و این برنامه‌ریزی با شعار و خط سیاسی مشخص همراه با تشکل‌های مشخص دانشجویی. به عنوان مثال در 23 اردیبهشت 96 تجمعی در دانشگاه تهران علیه حجاب اجرایی برگزار میشه که صدها دانشجو در این مراسم گرد هم میان، شعارهای مربوط به آزادی انتخاب اما کار، رابطه زنان با سرمایه و همه اینها میدن و به هر حال شعارهاشون طبقاتی میشه، اقتصاد سیاسی حجاب رو هدف میگیره و همین تجمع هم همینها انتقادهای از مسیح نژاد مطرح میکنن که موجب میشه پوشششون در رسانه‌های برون‌مرزی تا یه حدی کمتر میشه. یعنی که مثلا رادیو فردا پوشش میده، زمانه پوشش میده، ولی خیلی از رسانه‌ها پوشش نمیدن و آنچنان بازنمایی هم در شبکه‌های اجتماعی نمیگیره. به نظر من این موضوع مهمه در نظریه‌های بیا، چون ما یک تقابل جنبش‌هایی داریم که در حول حجاب اجباری خیلی تاکید به تشکل‌یابی دارن و یک همون حرکت جنبش‌های افقی که ادامه داره. لیلا حسین ساده فعال صنفی دانشجویی که هم هفته پیشم با خشونت و کتک زدن دستگیرش کردن برای بار چندم و بردنش زندان، خیلی درگیره با این تجمع دانشگاه تهران با توجه به کسی که جزء فعالان صنفیه و بس از اونم مقاله می‌نویسه با عنوان صدم علیه زنان و تکلیف ما. توی این مقاله اون سعی می‌کنه نشون بده که موضوع حجاب اجباری و مطالبه اون مسئله فقط طبقه میانی نیست، بلکه یک جایگاه ساختاری و درهمتنیدگی با کلیت نظم موجود در ایران به ویژه سرمایه‌داری داره و سعی می‌کنه بنویسه که حجاب اجباری یک عنصر هویت بخش برای این بورژوازی حالا ملی یا ناسیونالیسم مذهبی در زمان تأسیس و بعد از آن هستش. لیلا حسین‌زاده توی این مقاله و همون تو کاری که در واقع این دانشجوها هدایت می‌کنن خیلی به اهمیت تشکل‌یابی کلاسیک برای کنش جمعی برای رهایی زنان اشاره می‌کنه و اون رو در یک جایگاه پیوند انضمامی بین نیروهای اجتماعی تحت ستم در میدان عمل جمعی می‌بینه. مثال اون برای چنین عمل جمعی همین تجمع دانشگاه تهران است. انتقاد اونم به عملکردهایی است که نگاه فراطبقاتی به موضوع حجاب دارن و به تشکل چنین تجمع‌هایی نمی‌انجامن. به طور مرجعی بعدها این رو خیلی مرتبط می‌کنه با کمپینی که مسیح علی نژاد در واقع هدایت میکنه و درگیری‌های هم بین این کمپ ها در شبکه‌های اجتماعی شکل میگیره. اما ببینید دلیل حسین‌زاده و این سازمانده های این تجمع ها در دانشگاه ها به نکته مهمی دست گذاشتن که شاید بیات بتونه بعد ببین
بیشتر پاسخ شده که کارزارهای این مجازی معمولا جنبه فراطبقاتی پیدا میکنن در رابطه با مسائل و مطالبات، و این موضوع حجاب جنبه طبقاتی داره. اگه تو مثالاش میتونم بگم چجوری این جنبه بشه پولی شدن حجاب، این طرح ناظر که در واقع پایش های دوربین پوششی زنانه، این خیلی جنبه طبقاتی داره و لیلا حسینزاده اینها معتقدن که بدون تشکلیابی یا بدون برگشت به نوعی حرکت جنبش کلاسیک نمیتونن این رابطه در واقع طبقاتی با موضوع حجاب و پیگرد اون به شکل جنبشی رو دنبال کنن. خیلی ممنون. ما برمیگردیم واسه پرسش و پاسخ آخر جلسه. من فقط بگم که کتاب هم به صورت پی دی اف میتونید از وبسایت زمانه دانلود بکنید و هم به صورت چاپی اینجا بچه زمانه لطف کردن و آوردن. ما بریم سراغ محمد رضا نیکفر. مقاله نیکفر توی این کتاب اسمش هست طبقه متوسط ایران و لایه های فقیر اون، ولی خب یه بحث نظریه. من مختصر صحبت میکنم چون بسیار مایلم که جمع شرکت داشته باشه با آقای بیاد. در نتیجه من فقط نکته اصلی مقاله رو میگم. این مقاله تلاشی است برای تعریف مفهوم طبقه متوسط فقیر، یعنی تعریف مفهوم، و این تعریف در چارچوب جامعه شناسی ریلیشنال داده میشه، جامعه شناسی که با ریلیشن ها کار میکنه، یعنی هیچ چیزی ذات خاصی نداره بلکه در رابطه با یک پدیده دیگه یا در یک ساختاری که معنی خودش رو پیدا میکنه. به این خاطر اگر چنین باشه ما میبایست محور مختصات بکشیم. چنین محور مختصاتی رو پیر بوردیو کشیده در رابطه با ماتریس اجتماعی طراحی کرده و این مقاله خیلی متأثر هست از مفهوم فضای اجتماعی که پیر بوردیو مطرح کرد با تغییرات رو و دستکاری های در این. به طور خلاصه اگر ما این رو یک ماتریس در نظر بگیریم، یک ماتریس اجتماعی که ما محورهای عمودی داریم و محورهای افقی، البته نه کاملا افقی بلکه اینطوری حرکت خواهد کرد، یک کنسپت خیلی ساده این است که فقط محور رو عمودی می‌بینه، یعنی از بالا به پایین توجازی گل می‌سازه شروع داره، یعنی محور عمودی راست که این برمیگرده به محور در رابطه با اینکه نقش در استثمار چیه، نقش نسبت به نیروهای مقابل چیه. ماکس ویبر در کارش در این موضوع سه تا مفهوم با هم به کار میبره: مفهوم طبقه، مفهوم شان و جایگاه و مفهوم پارتی، مفهوم پارتای از که حالا ما کار نداریم، میپردازیم به مفهوم اون جایگاه و وضع که میشه در واقع برخورداری، یعنی اینکه ما چقدر از نعم اجتماعی و سرمایه های مختلف به قول پیر بوردیو برخوردار میشه. پیر بوردیو حس میکنه این باز کافی نیست، یعنی در اینجا فرهنگ و شیوه های مصرف، شیوه رفتار، هابیتوس، اینا رو وارد میکنه. مثلا کی آبجو میشه، کی شراب میشه، حتی این در واقع تبدیل به یک دیفرنس میشه در یک چیز، یعنی یک سطح درآمدیه. مثلا در نظر بگیرید یک کارگر متخصص و اون ور یک معلم، از زاویه در واقع این دو تا محور یکیه ولی اختلاف فرهنگی وجود داره و این حتی در نحوه مصرفش تاثیر میده. اینجا پیر بوردیو در واقع تموم میکنه. چیزی که دستکاری هایی که من در این مقاله کردم این هست که
ما فقط یه ماتریس اجتماعی ساده نداریم، یک نیروی جاذبه داریم و نیروی نظم دهنده داریم، اونم دولت که در این گوشه سمت راست به عنوان در واقع یک کانون مغناطیسی قرار داده و همه این محورها رو تغییر میده. یعنی شما میخواید ارتقای اجتماعی پیدا کنید، اینطوری ارتقای اجتماعی پیدا نمیکنید، میرید به سمت راست. یعنی یک جایی هست که هی باید والد حوزه دولت بشه و یک جایی هست که دیگه نمیتونید بشه. یعنی میرسید به یک سقف، به یک آستانه. و همه انسانهای ایرانی در موقعیت ما این تجربهات آستانه رو دارن، یه جا متوقف میشن که این آستانه ها یه جایی که متوقف میشن، این شکست های مختلفی رو در این ماتریس ایجاد میکنه. کی از آستانه حرکت میکنه؟ تبدیل به خودی و غیر خودی میشه. یعنی بنابراین این در این توصیف ماتریس اجتماعی ما حتما میبایست این عنصر در واقع قدرت مرکزی و اینا رو وارد کنیم. بعد ما در مجموع اینا وقت چیزهای دیگه که وارد میشه، یعنی برای اینکه ما این ماتریس رو تعریف بکنیم، به ویژه در رابطه طبقه متوسط، ما میتونیم بگیم که اون مشخصه اول مارکسیه، مشخصه دومی وبری است، اینو مشخصه سومی پیر بوردیو است، اینو اولین رایت می نویسه در توصیفش از طبقه متوسط. چیز دیگه که وارد می کنیم، خودش رو چجوری می فهمه، یعنی در واقع وارد عنصر جامعه شناسی فنومنولوژیکال میشه. یعنی مثل شولز که خودش زیست جهان خودش رو چجوری درک میکنه، این رو هم ما اضافه میکنیم. چیز دیگه ای هم که ما باید خیلی اضافه کنیم و به ویژه توجه ویژه‌ای داشته باشیم، اینه که طبقه متوسط یک طبقه جهانی، یعنی ما حتما اونطور گلوبال رو در این تعریف باید وارد کنیم. یعنی طرف در تهران زندگی میکنه ولی سلیقش رو، نوع نگاهش رو یک وبسایتی در نیویورک تعریف میکنه. این چند چیزی رو نداشته قبلا، این استایل، این سبک زندگی رو برای ما شهرستانی ها تهران تعریف میکنه، ولی ما خودمون رو با تهران وفق میده. ولی الان ایران بدون مرکز شده، یعنی مرکزش خارج از خودش قرار گرفته. پاریس رو میگه در پاریس هم برید، مرکز در خود پاریس نیست. یعنی یک این جامعه شناسی گلوبال هموار چیزی رو به عنوان مرکز تصور میکنه، ولی وقتی میرید مرکز میگه اونجا نیست و معلوم نیست کجاست. این یک چیز تازه است در جامعه شناسی و ما این رو باید وارد کنیم و در بندسیه‌های خودمون این عنصر گلوبال رو، این عنصر گلوبال رو در واقع چیز بدیم. بنابراین من کوشش کردم که با این پنج مؤلفه وارد در واقع تعریف این مفهوم بشم. چیزی که خیلی مهمه که بقیه شکست ها رو ایجاد میکنه و در چارچوب جامعه شناسی رلاسیونال جلو میکنه که طبقه متوسط فقیر اون رو به عنوان بسته در نظر نگیریم. اصلا کلا چیزی که ما باید ترک کنیم تصور از طبقه به عنوان جعبه است، یعنی جعبه هایی که روی یک دیگه میذاریم و ما حتی در درون این ما شکست ها و حرکت ها رو میبینیم. یعنی همون مفهوم بوردیوی اشتن رو در نظر بگیریم، یه دفعه میبینیم در اشتن که مثلا فرض کنیم یه سلول این ماتریس میشه، یه خانواده است، زن و مرد دو تا وضع متفاوت دارن. یعنی همینجا در درون این سلول ما یه دونه شکست، یه دونه گسست ببینیم. بعد
این اگر زن در تهران باشه، ترک زبان باشه یا کرد زبان باشه، یه لهجه، یه فاکتور دیگه اضافه میشه. بهایی باشه باز یه فاکتور دیگه اضافه میشه. یعنی میخوام مجموعه این گسست ها رو ما میبایست وارد کنیم تا توصیف جامعی از این ماتریس اجتماعی داشته باشیم که ما بتونیم درک مشخص و کنکرتی از این بکنیم. یعنی من فکر میکنم یکی از وظایف بزرگ جامعه شناسی ایران توصیف این ماتریس اجتماعی و توصیف دقیق همه این گسست هاست و جلوگیری از این ساده سازی هایی که صورت میگیره. و اون موقع اگر ما این کار کنیم، یعنی ما مدام با دو تا مفهوم کار میکنیم، یه جفت، تعلق داشتن، تعلق نداشتن. اون موقع انتگراسیون رو ما کشف میکنیم به عنوان مسئله اساسی خودمون و مشکل اساسی خودمون. ممنون از دارم. خب آیه بیات، همونجور که دیدین مقاله زیادی توی این کتاب به مفهوم شما ارجاع میدن. من میخواستم وقت رو بدم به شما، ولی خب با دو تا سوال که اگر شد توی صحبتاتون به اونم اشاره بکنید. این دو تا سوال در واقع نقدیه که مطرح میشه، یکی نقدی که به روی مفهوم طبقه متوسط فقیر مطرح میشه. الان آیه نیکفر در مورد اولین رایت هم گفت، این که چجوری طبقه رو مفهوم پردازی میکنه اینا، حالا چه اون قضیه مالکیت ابزار تولید، بعد اون روی کرده قشربندی که توزیع منابع فرهنگی، مناسبات قدرت، نظام امتیاز ورزی. خب ما این چیزها رو داریم واسه تعیین طبقه. نقدی که وارد میشه به مفهوم طبقه متوسط فقیر اینه که این طبقه متوسط فقیر به خودی خود انگار طبقه نیست توی اون مفهوم جامعه شناسی مارکسیستی یا توی اون طبقه بندی مارکسیستی، بلکه میتونه مثلا یک مفهوم مفهوم مرزی هم باشه که حالا چه خورده بورژوازی رو در بر بگیره، چه بورژوازی رو، چه نمیدونم طبقه کارگر، یا همچین چیز حدی باشه که اونقدر مشخص نیست جایگاه طبقاتیش توی اون متدولوژی. این می‌خواستم ببینم نظر خودتون چیه، چون شما توی بعد از اینکه اعتراضات دی 96 هم شد نوشته بودید که طبقه متوسط فقیر هسته مرکزی اتفاقایی بود که اونجا افتاد و این طبقه که گفته بودید این طبقه براشفته محصول دوره نئولیبراله. بعد می‌خواستم ببینم که آیا این توی به نظر خود شما این طبقه یک طبقه یه که حالا توی اون اصطلاحات مارکسیستی این ایتسلف فور ایتسلف بنابرای نقدی که مطرح میشه. یکی نقد بعدی که مطرح میشه توی این مفهومی که فیلم کتاب ازش استفاده شده، نقدیه که روی مفهوم ناجنبشه و اونم اینه که مثلا وقتی که شما به کنش جمعی افراد غیر جمعی یا عناصر غیر جمعی اشاره میکنید و خود ناجنبش، مسئله سازماندهی چی یا اورگانایزیشن توش چی میشه و اونو چه جوری میشه در آورد و تشکر و وقت در اختیار شما. خیلی ممنون و متشکرم. اما اینکه من همیشه فارسی حرف بزنم دیسکلیمر هست که و اینه که فارسی من خیلی بده و به ویژه وقتی که روی اینو مسائل صحبت بکنیم خیلی کم میارم و بنابراین شما کمک کنیم وقتی که کلمات اینها و این واقعا من خجالت هم میکشم خدا و به هر بار اجازه که اوکی اینا رو من توضیح خواهم داد، ولی اجازه بدید که خب منظور من چیه که بعد بگم که اون نظرهایی که وارد هست بهش بپردازم. سو مسئله طبقه متوسط فقیرها خب گفته شده به ویژه بخشتر من خوندم یادار مقدمه رو که خب مثلا تو آمریکا مطرح شده و از یه سوشل موبیلیتی و داونورد موبیلیتی و این هاست. راستش من یه تو دیگه نگاه میکنم و یعنی این قضیه به این تذکر زمانی به من اومد این مفهوم
که من توی چیزا زاغه ها به قول شما مصر کار میکردم، میامدم میرفتم اینها و دیدم که مثلا تابلو زدن محامی مثلا محمد مصطفی، محامی یعنی لویر اینجا هستش، و یا یه دوستی دارم به خودم لویرم هست یعنی وکیله و مثلا تو دارالسلام زندگی میکنه که خونه‌ش هم رفته بود، یعنی یه منطقه قبیل نشین اینجا زندگی میکنه و همینجور که نگاه میکنید و قهر بکنید نشستینا آدمی میان با کیف و با کراوات و میان و میان اونجا زندگی میکنن. من برام اینا کی هم؟ چرا اینجا زندگی میکنن؟ برای این تریگری بود به حساب که به این حال مفهوم برسم و قضیه اون چی که من میبینم طبقه متوسط فقیر یا مرکز کل محصول فقط داونورد موبیلیتی نیست. چی میشه به فارسی؟ داونورد افت فوت سقوط سقوط مثلا پایینی سقوط نیستش افت طبقاتی سقوط طبقاتی هم هست فراز و نشیب سود طبقاتی هم هست یعنی خب اونایی که به حال طبقه متوسط بودن و اولکه تحرک طبقاتی که بالا هست و پایین هست موبیلیتی بله آره یعنی اگر اینو اشاره کنیم به یه طبقه بگیم که میره این موقع بالا یه نوع میاد پایین ایز اوکی تحرک طبقاتی ولی این سقوط و سعود میتونه در دو سگمنتی از طبقه کلاس فور صورت بگیره. یکی هستن که خب طبقه متوسط بودن به قول شما نزول کردن تا حالا تا یه سیاست های مختلفی که وجود داشته ولی واحدش اینه که یه طبقات پایین جامعه بودن دولت بهشون کمک کرده اومدن بالا و این پست کلونیال استیتس توی کشورهای مثلا مصر اینها ناصر مثلا ایژوکیشنال سیستم رو به وجود آورد ها یه جای درست کرد اسم المهندسین که مهندس ها یعنی خیلی پروفیشنال خیلی مهم بودن خیلی از اونایی که تو روستا زندگی میکردن مدرسه رفتن دانشگاه رفتن و از اون روستایی بودن اومدن به یه طبقات متوسط بالا این هم هستش یعنی منظورم اینه که آنچه که دیفاین میکنه بیشتر در از کسان کنه به دوال یه چیه که دوگانگی هست اینجا حالا به قول چیز کامران یو سی دی کامران جلیس یک حالا به قول اون ولی یک دوالیتی وجود داشت که کامبان یعنی اینا آدم هایی هستن که به نظر من ایژوکیشنال کپیتال دارن و این یه ریسپانسیه به اریک اولنوالد یعنی ضرورتا اون طبقه که من مورد نظر هست و متوسط ضرورتا مارکسیان نیست خیلی اکشلی میشه که بردویان هستش چون بردو میدونید که خب هم چیز رو مارکس رو گرفت هم ویبر رو کامباین کرد و به نظر من خوب بهتر این پاسخ دیگه و اون سلایتی که شما میگین و به صورت فلیم هست یعنی اینجوری نیست طبقه بلکه اینجوریه و شما اشاره کردیم بهش ها این در مورد این ساده هست و خصیصی مهمش اینه که اینها ایژوکیشنال کپیتال دارن و لایف استایل بخصوصی رو میخواهم داشته باشن به خاطر مثلا دانشگاه رفتن اغلبشون و ذهنیتشون به قول آقای خسرو خواهر ذهنیت خوبی چون خیلی مهمه چجوری فکر میکنن چجوری ایمجین میکنن دنیا رو اینا میده کلاس دریم دارن و به قول شما آگاه هستن از جهان که چه میگذره در دنیا به خاطر چیزشون همون ایژوکیشنال کپیتالشون و همینجور آگاه هستن که چقدر اینا ندارن یعنی اون چیزهایی که وجود داره و ما ازش بیخبر هستیم توی دهه که من زندگی میکردم اونا خیلی چیزا نداشتن ولی نمیدونستن که کسای دیگه اینا رو ندارن یا دارن که تفاوت خیلی مهمه و این دوگانگیت به نظر من خیلی یه مورال افریج رو وجود میاره دیگه و اینا آدمان هستن که چون که گفتم ایژوکیتد هستن دانشگاه رفتن به کامپیوتر رو نمیدونم
تو گلوبال کانسیومر لایف چیز دارن ارتباط دارن، ولی مثلا که هم به زاغه ها زندگی میکنن و خانواده شون اینجوری و فلان. سو و به نظرمه اینا تو در دنیای عرب، در انقلاب های عرب نقش بسیار مهمی رو ایفا کردن. تو ایران، من دوباره تو ایران میگشتم، مثلا سال 1990 که به این منطقه دیدم، در مورد مصر رو به ویژه مصر که زودتر شروع شد، چون دیکلاین اونجا بعد از ناصر و انفتاح پالستین ها زودتر شروع شد، این اون اجر و بوری که این مثلا پروفیشنال ها داشتن، به ویژه مثلا لویرا، وکلا که یه چیز بود، مادرنایزرز ها، مادرنایزرز و کلاوایی به خصوص دارن اینها. ولی الان ما we have street lawyers، street lawyers ها، چجوری برای شما جلوی دادگاه نشسته چی می‌نویسه؟ چیه؟ خیلی از اینا هستن. و چیز دیگه که جالب مهمه به نظر من، اغلب اینا به عنوان organic intellectual، organic intellectual ایفای نقش می‌کنن. به ویژه همین لویرها که اینا educated هستن، واردن، آگاهن و میدونن که زندگی که اینا represent میکنن چی هست، they are part of it، بخشی از اون هستن، اصلا زندگی میکنن اون رو. ولی به نظر من خیلی مهمه، چرا که اینا قادرن اون دنیای فقر رو، مثلا deprivation رو، زاغه رو وصل کنن ها به دنیای دانش و مبارزه و دانشگاه و اینا، نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنن. و خب این به طور کلی این چیز منه، این درک منه، کانسترکشن منه از این طبقه. حالا الان که الکورین رایت اول من زیاد خوشم نمیاد در کار، به خاطر اینکه اسکیماتیک خیلی لس هیستوریکال اسکیماتیکه. خب این بخش از جامعه شناسی آمریکاییه، یعنی همه چیز سر جاشه و حالا نمیتونم توضیح بدم. ولی به هر حال من اون مفهوم از طبقه رو به کار نمیبرم و بیشتر چون که گفتم بردویه. آردی کلاس itself for itself و اینا، آنچه که میتونم بگم اینی که اینا اغلبشون خیلی آگاهن نسبت به وضعیتی که دارن و دقیقا این پایه برای اون مورال اوریجی که گفتم، این خشم اخلاقی که به وجود بیاد و برای این پوش میکنه اینا رو به پولیتیکال اکتیویزم. و خیلی از اینا مثلا ریپرزنت شدن الان تو مصر، با وجود اینکه سرکوب عجیب غریبیه، خیلی بدتر از مبارک، تنها مبارزه که تقریبا مونده، یعنی اوپن مبارزه ها، مبارزه باز مونده، لویرها، همین لویرها هستن. مثلا الان میان یه جایی حتی تو مورا که میخوان جنتریفای بکنن و ملت رو اخراج بکنن، خونهاشون رو خراب میکنن، کیا اینا رو ریپرزنت میکنن؟ همون لویرهایی که تو هم منطقه هستن و میکشینن اینها رو به کورت، به دادگاه ها، و اونجا بحث میشه، و این خیلی مهمه ها که بحث بشه، روزنامه راجعش مینویسن و من و شما ازش آگاه میشیم. They still are able to raise، اینا هنوز قادرن که این مسائل رو مطرح کنن در جامعه. حالا رجوع ناجنبش، خیلی جالب خانم کانوری هم اشاره کردن و من خیلی واقعا لذت بردم خانم کانوری که اون تحلیل که شما داشته که تو ایران چه بیدار رو بیجه، برای من که خب اونجا نیستم و از جزئیات خبری ندارم، نمیدونم، ها برای من خیلی مفید و رنوبل هستش. ولی فقط میخوام تأکید کنم که همیشه توی مفهوم ها، حالا مثلا non-movement اینا فعلا به صورت theoretical construct نگاه کنید، به عنوان ساخت نظری، right؟ بعد ببینیم که چقدر اشکال داره نداره در سطح نظر، right؟ بعد
این کافی نیست. باید ببینید خب توی ریالیتی، تو ریالیتی خیلی کامپلکس تره، تو زندگی عادی کامپلکس تره. این ناجنبش میتونه حالا سیار باشه ها، موف کنه به این ور و اون ور. خب من توی نوشته ها این رو چیز نکرده بودم، بررسی نکرده بودم ها، انگار که مثلا وقتی ناجنبش به وجود اومد همینجوری میمونه رایت میمونه و تغییری نمیکنه. و چنان که جلسه قبلی مطرح کردم، وقتی که انقلاب شد و جنرال سر از ما پرسیدم خب این فکر میکنیم ناجنبش ها این رو بیتم پایی بودن برای این انقلاب ها، و روش فکر کردم اینها و سعی کردم کنه کتاب آخرم چون گفتم Life, Revolution in Life, The Embryo of Our Spring که چونم 5-6 سال ماه پیش در اومد و اون رو تئوریزه کنم و بگم که چجوری در واقع ایوالو میشن، تغییر ناجنبش ها میتونن جنبش بشن و دوباره برگردن به ناجنبش شدن. پس دیگه به اپورتونیتی داره، استراکچر اپورتونیتی داره، یعنی فضا داره. و این وقت این ربط میده به آنچه که خانم نامبری کامبری گفتن استاد به خانم لیلا حسینزاده که گفتن که به حال در حالت کنونی شاید ناجنبش ها در ایران جوابگوی قضیه حجاب نشه و بنابراین باید دنبال جنبش های کلاسیک بگردیم و ارگانیزیشن با لیدرشپ رو میخواد. من میگم fair enough, good. ولی چقدر opportunity هست، یعنی چقدر فضا هست برای این؟ یعنی اگر بشه که چرا نه؟ و چنانچه این گفتم، من وقت به عنوان observer اینو مطرح میکنم، میگم که چجوری مردم این کار رو انجام، چجوری ناجنبش به وجود میاد. اینجوری نیست که من بگم نه ناجنبش بهتره، چون که من اینو قضیه رو مطرح کردم همه باید بگن که برن دوباره ناجنبش. نه اینجوری فکر نمیکنم. I don't necessarily advocate this, I describe it. توصیف میکنم که چجوری داره رخ میده و اینم میگم که این ممکنه که you know, چنون که در دنیای عربی که ما افتاد واقعا این ناجنبش ها بعد از اینکه فرصت به وجود آمد، یعنی رژیم رفت و مبارک رفت، اینها یه فضا به وجود اومد، اینو شروع کرده به ارگانیز کردن خودشون. زن ها باید ناجنبش بودن به برای شروع کردن به NGO ساختن، دوباره ریوایو کردن اون جنبش قدیمی تر، حتی رفتن به استیت فمینیسم و اینها و ارگانیزشن وجود و جنبش در واقع زنان وجود آوردن و این از پایین هم بود، فرصت بود. ولی حالا چی؟ حالا بعد از اینکه دوباره رپرشن اومده و اینها خیلی از ارگانیزشن ها رو بستن، دوباره بسیاری از زنان رو کردن به ناجنبش ها و به طور کلی الان استراتژی اغلب اینه که چجوری ما حضور داشتیم، فن حضور یا هنر حضور یا آرت آف پرزنس که من میگم که یکی از نقش های مهم ناجنبش در واقع به وجود آوردن این پاسیبیلیتی، این امکان حضور در جامعه است، با وجود این همه ریستریکشن ها، این همه محدودیت هایی که وجود داره. همین. خیلی ممنون. بله، من دیگه سوال خودم مطرح نمی کنم، سوال شما. من اگه اجازه بدیم از اون عقب عقب بیام جدا. آره دیگه از طبقه کنون دست. من هم سوال خواهی صورت کنم میکنم. این اونجا تکلیف سازماندهی در ناجنبش چی میشه؟ میگن که تکلیف سازماندهی چی میشه؟ یعنی سازماندهی تا کجا توی ناجنبش تأثیر داره، اهمیت میشه؟ اگه بخوام راجع به ناجنبش صحبت اگه بخوام راجع به ناجنبش صحبت میکنیم، اونجی که من میبینم
سازماندهی نداره به خاطر اینکه اگر فرصت یعنی این پولیتیکال اپورتونتی سازماندهی داشته باشه نا جنبش من فکر میکنم که به وجود نیاد اینم باید تصدیق کنم خودم رو چون در جاهایی هم هست که ناجنبش یه فرصت وجود داره و ناجنبش هنوز هست فقط پولیتیکال اپورتونتی نیست ولی کاست آف هزینه ارگانیزیشن هست ارگانیزیشن هم هست یعنی چون که ارگانیز کردن موومنت ساختن آسون نیست سخته سکیل میخواد وقت میخواد و باید انتظار داشته باشیم که کار بکنی یعنی جواب بده شما اگر اصلا ارگانیزیشن درست کردی و فرانی حرفا بری اعتراض کنی اگه کار نکنه ممکنه که باز تو ریتینگ دوباره فکر کنی راجبش که شاید این کار نباید بکنی به خاطر اینکه ناجنبش یکی از مهمتر چیزاش دایرکت اکشن It's not a politics of protest راجبی اعتراض نیست It's a politics of redress که یه قضیه رو حل بکنه مثلا مردم نرن خیابون بگن که فرسون که حجاب بده برن خیابون اصلا حجابشون رو بردارن یعنی نرن تو خیابون با حجاب اعتراض کنن بگن که حکومت این حجاب اجباری رو بردار به جای اون برن تو خیابون ولی حجاب نداشته باشن مثلا فقرا حالا فقرای شهری به جای که ارگانیز کنن و اعتراض کنن که ای حکومت برای ما خونه بساز ما نداریم خودشون برن خونه بسازن ولی ایلیگالی کار رو کنن دیگه ولی که خب سوال اینه که خب اونجا پالیتیکس کجاست کانفلیکس کجاست پالیتیکس اینجاست بخاطر اینکه اینا ایلیگاله برای اینکه یه موقعی دولت ممکنه تا یه حدی تالرنت کنه نه محاسبه میکنه دیگه ولی حالا که اومده جنده کاری خواهد بکنه کامپلیکت چیز میشه بیاد بالا و درگیری میشه حتی درگیری های انجام برای این چون که گفتم اگر اکترا اون افراد مثلا زنها احساس بکنن که فرصت برای سازماندهی وجود داره این اکتیو نتورک ها رو پسیو نتورک ها رو اکتیو میکنن با چیزهای مختلف حالا از طریق مثلا سوشل میدیا و اینها یا فیزیکلی آن دی گراوند خیلی مرسی بابت ارائه یه سوال داشتم راجع به ایده ارگانیک اینتلکتوال بله روشن فکر ارگانیک شما مطرح کردید که بعضی قهوه‌خونه و اینا هستن فلا با ارجاع به سخنرانی آقای خسروخاور که گفتن یکی از مشکلاتی که ما داریم الان لک آف اینتلکتواله به نظر من این دوتا با هم یک کانفلیکتی دارن یعنی دیدگاه شما با دیدگاه ایشون یک کانفلیکت خیلی مهم داره که چون ما تو مهندسی وقتی این دینامیت فقط یک تغییر نیست بلکه که از حافظه از گذشته چیزی رو میاریم مثلا یعنی یک ردی از گذشته هست بنابراین همیشه گویی که هر جنبش یک چیزی از درون خودش به عنوان اینتلکتوالیتی میاره این کانفلیکت به نظر من خیلی بزرگه که ما ادعا بکنیم که الان هست یا نیست چون معتقد این هست چون ارگانیکه مثل این کسفت خوناشامی که شب میره و لباس میپوشه را میشه مثلا رو شمفه و میان و میشه مثلا یه طبقه پایین هست جمعی که نکافه جو که انتلیکچوال از گایشون راجع به این دوگانه دوست داشتم حرف بزنیم شما معتقد ایشون چیزی که نیست و این به نظر من خیلی گپ بزرگیه بین دو تا فیگور روشنفکر ایران که یکی معتقد هست راجب این دوست داشتن اوکی، سوال خیلی خوبیه من فکر که حالا حدس میذارم که آقای خود را چی میگن
و من معتقدم که در دنیای یعنی این انقلابات اخیر دنیای عرب what I call intellectual precursor یعنی چی میشه حالا یه بگیجه یعنی بار فکری که بیهان که پشت اینها باشه نبود مثلا به نظر من تو ایران تو سام اکسل بود مثلا علی شرعیتی به نظر من نقش مهمی داشت و یا چرخاها یک ویژنی داشتن یه به قول شما یوتوپیایی داشتن که روی اون کار میکنن right? توی انقلابای خوب مهم هم خوب بوده دیگه right? ولی توی دنیای عرب اینها نبود رفتم اصلا بررسی کردم که مثلا اینترکتورال راجب چی حرف میزدن توی دهه قبلی ها راجب اسلام نیست راجب اوتنتیسیتی بوده ها اینجوری بوده تا اینکه انقلاب اصلا کلمه ثوره انقلاب تو چیزشون نیست یعنی تو لکسیکونشون نبود تو ولی در سطوح چجوری بگم everyday life افرادی هستن که چرا که گفت با اون مشخصاتی گفتم یه ویژنی دارن ها از زندگی خودشون و آنچه که در دنیا مهمه و اینها رایت سعی میکنم ولی اینها اینجوری نبود که بیان مثلا بنویسن یا یک دیسکورسی رو در جامعه به وجود بیارن ها که ما بخونیم و یکی می یونیورسال بشه یا عمومی بشه ها که بالاخره ما بعد از این رژیم چی میخوایم اینجوری نبوده so they were responding to a specific situation اینها پاسخگوی یک وضعیت بخصوصی بودن ها یا کانفلیکت بخصوصی بودن و نسبت به اون کانفلیکت اون سابالترن اون افرادی که فقرهای جامعه رو ریپریزنت کردن توی انستیتوشن های دولت متوجه شم تفاوت این دو تا چیه البته اون ارگانیک اینتلیکچوال هایی که من میگم میتونن ها تبدیل بشن ها به اینتلیکچوال به بیگ آی ها ولی در مورد ایران من نمیدونم ها شما بهتر میدونید در مورد دنیای عرب هم فعلا که نیست ولی الان خب ریویژن وجود من میدونم تو بردن به خصوص خیلی ها شروع بردن اینجا برمان اگزر دارن شروع میکنم بخوندن چی شد چی کار کردیم چرا اینجوری شد و بعدش چه فقط شد داره صورت میگیره من میتونم حتما بگم من فکر کنم در اینجا تضادی بین اون چیزی که من گفتم و سعید پیوندی و محسن متقی هم در زمینه نوشتیم و حرفایی که آسف پیاد میزنه نیست به این علت که ما این نوع روشنفکر رو اسمش رو گوشتیم روشنفکر میانجی روشنفکر میانجی intermediary intellectual که این روشنفکر در حقیقت در خود حرکت به وجود میاد یعنی یک نوع حرکت یعنی روشنفکری هستش که on the spot به وجود میاد بنابراین این روشنفکر به هیچ وجه میخوام بگم نفی نشده بلکه ماهیتش متفاوته با روشنفکر آوانگارد که ما اسمش رو گذاشته بودیم روشنفکر در حقیقت پیش رو یا بلند پرواز اینو اسمش رو گذاشتیم این نوع جدیدی از روشنفکر هستش که در حرکت های اجتماعی به وجود میاد که مخصوصا اینترنت و اینها هم بهش خیلی کمک میکنم و این خانوم هم الانه به نظر من جز اونها هست چه نخواد بگم یعنی در حقیقت این مسئله ای هستش که نوع جدید روشن فکره ولی فکر میکنم حرکت هایی هستش که گفتم حرکت نااجتماعی یا نمیم که این حرکت ها روشن فکر تا اونجا که من میدونم ندارم مثل این حرکت های شهری بودش که شروع شد مثلا چند سال پیش در ایران و خب اصلا گسسته هم بود البته 160 شهر 164 شهر بود ظاهرا اونطور که برداشت شده ولی در اینها من ندیدم شاید هم هست و من نمیدونم ولی به هر حال تفاوت بنیادی در انقلاب های عرب یا انقلاب ایران و یا بسیاری از این حرکت های اجتماعی با انقلاب های کلاسیک این هستش که اینها به علاوه روشنفکران بلند پرواز یعنی آوانگارد یک روشنفکرهایی هم دارن که میانجی هستن که در خود حرکت به وجود میان در طی خود حرکت بنابراین این هستش که فرام کنه ولی حرکت هایی هستش که خب من اسمی روشن نااجتماعی یا هرچی بخواهم بزنیم که در اونها من نمیبینم شاید هم باشه خیلی ممنونم
شما بگید که یکی از خانم بفرمایید. من که سوال دارم، یکیش رو دوست دارم از نازنین جان بپرسم و یکیش رو هم از شما و پنل در کل با شما شروع کنم، یا در مورد کتاب در کل مواجهه شما تو مقدمه ای که خیلی در واقع خلاصه سعی کردید که بگید. من یه ذره با ترم هایی که استفاده میشه، یعنی میگم ممکنه به خاطر کم بوده وقت هم باشه، مسئله حاشیه، مسئله زاغ نشینی به عنوان اسلام دوالرز و اینها رو شاید یک جورایی هوموجنایز کردن، یه ذره اینجا شاید اگه تعریف ها رو بتونی یه ذره دقیق تر اینو بیشتر باز کنیم. مثلا و در مورد طبقه متوسط هم اون چیزی که دقیقا من فکر میکنم باز هم اینجا اون تدقیق کردن کانسپت ها مهم میشه، چون ما با یک پریکریسنس مواجهیم در واقع، یعنی لزوما طبقه متوسطی که داره فقیر میشه وارد زاغه یا حاشیه به اون معنا نمیشه ولی دورتر میشه. خب الان توی بحث اوربان هم مهمه، یعنی اوربان دیگه به اون معنای ما اوربان پرفری یا شهر و روستا نداریم، در واقع شهر حتی رفیوجی کمسا هم دارن قسمتی از شهرها میشن. و همین که مثلا آنانیا روی داره بحث میکنید ما اینفورمال ست اینفورمال اورباینزیشن رو به رسمی شناخته بشه، نه اینکه اینها به این زاغه ها به رسمی شناخته بشه، بلکه به عنوان یک مودوس آف لیوینگ، به عنوان یک مود از زندگی، وضعیت زندگی که ما الان باهاش مواجهیم. ما همه اینا صاحب همین فکر کردم شاید یه ذره ترم ها رو دقیق‌تر بکنیم، شاید یه ذره کمک بکنه برای اینکه مسئله بازتر بشه. سوالم هم از نازلی جان این هست که هم روی کرده خودت رو نازلی جان میخوام بدنم، خصوصا با توجه به این موضوع جدید برنامه های می تو، ای کاش که این پنل این صحبت سر وقت بیشتری بود، چون الان خیلی همه چی کامپکت. یعنی یه بیانیه که فمینیست ها از داخل ایران نوشتم و امضا کردم و یه چیزی که مثلا نقد هایی که به جنبش می تو هست، این دوگانه ای که ایجاد میشه بین داخل و خارج و فمینیست های اینستاگرامی و این چیزی که مثلا لیلا حسین‌زاده داره بیشتر ادوکیت میکنه، چیزی که بیشتر تشکلیابی که وجود داشته باشه، درسته؟ پس ما یه با همچین دوگانه هایی مواجهیم که همچنان هم این گپ به نظر من خیلی داره بزرگتر میشه و ما رو اصلا به همگرایی ما بیشتر و بیشتر داریم ازش دور میشیم. و همین این بحثه برای شبیبین رو دارم مربوط میکنم، اینکه ما ناجنبش بدونیم این ببخشید اگه ترم دیگه الان به ذهنم نمیاد، فمینیسم اینستاگرامی رو، کسایی که سوشال مدیا رو به عنوان پلتفرمی برای اکتیویسم استفاده میکنن، با توجه به اینکه سوشال مدیا محدودیت های خودش رو داره و لایک بیست هست در نهایت، ما چقدر میتونیم اینها رو جنبش ناجنبش ها بدونیم با تمام خطراتی که داره؟ من یه ذره میترسم که وقتی ما این کاراکتر رو بهش میدیم ما رو از نقد دور میکنه. از هم سوال میکنیم؟ سوال هم از هم کلیه، یعنی از شما طبیعتا چون من احساس کردم شما داریم سوشل میدیا رو یعنی وارد این ناجنبش ها رو میتونیم ما بنامیم، یعنی ترو سوشل میدیا. من ولی میگم ما جای نقد رو در حال حاضر با توجه کیس ایران در مورد فمینیسم من احساس کنم جلوی نقد گرفته شده و این دوگانه داخل و خارج هم داره به این کمک میکنه که با ما نتونیم با دوستان هم صحبت میکنیم این نقد رو وارد کنیم، چون یه فضای دیگه ای درست میشه که اصلا خیلی از زمین جداست. چه نقدی رو؟ همین که مثلا این لایک بیسته و خیلی دقیق، یعنی جمع نمیتونه داشته باشه دقیقا اون یعنی سلیبریتی سازی از چیزی که پنج دقیقه فرصت دارید که جواب بدید. شما شروع کنید. من فقط چون به کتاب برمیگشت و تطبیق مفهومی در حاشیه و بعد اضافاتی که شاید دیگه نتونم مستقیما با آقای سخاور و آقای برای ارجاع بدم، یعنی باید بگم که وقتی ما در مورد طبقه متوسط فقیر اینا صحبت میکنیم، خب خیلی باید تاریخی صحبت کنیم، یعنی تاریخی یعنی باید ببینیم آقای زگیره بلندتر این که گذشته ماجرا چی بود. ما میدونیم که طبقه متوسط ایران شأن خودش رو بیشتر از طریق درس خوندن به دست می آورد تا اینکه از طریق ارث، یعنی یه چیزی داره سعی کن در درس تا چیزی شد، یعنی این شعار در واقع جهانی آره ولی در ایران خیلی بود
و در این حال دولت نفتی چیزی شدن یه مقداری این کمک این دولت نفتی رو میخواست که شاید در مصر یه جور دیگه عمل کنه. یعنی نگاه کردن به دولت این که در نهایت من صاحب درس بخونم که صاحب این میز بشم تو این بروکراسی دولتی. یعنی در نتیجه دولت خیلی در محاسبات ما مهمه و واقعا هم درس میخونه و حالا یه چیزی میشدیم، ولی بعد یک جایی هست که مانع شروع میشه، درس میخونی ولی چیزی نمیشه. بعد یک جور دیگه درهاشیه بودن، صحبت در پاسخ این عنوان درهاشیه. درهاشیه لغت خیلی کمپلکسی، یعنی فقط دیگه زاغه و اینا نیست، یعنی مطالعات فراوانی وجود داره. شاید شما هم در خانواده هاتون نمی‌بشناسید که خانواده هست، سه تا بچه، سه تا فارغ التحصیل شدن در حاشیه سفره که در مادر زندگی میکنه و اعصاب همدیگر هم داغون میکنه. یعنی یکی میخواد بخوابه که تلویزیون روشن میکنه و بعد ناراحته. یعنی واقعا این وضعیت ادامه پیدا میکنه، نمیتونن ازدواج کنن، سن بالا میره، نمیتونه خارج بشه. یعنی این فضای تلخ و نفرت وجود داره. آقای خسرو خاور مفهوم بودی میدل کلاس بود، اینا آرزوشون بوده که بودی که شاید ما برسیم به این. این خیلی مفهوم مهمه چون ما یه دفعه یه تضاد میبینیم بین واقعیت وجودی و اون ویزیون و آگاهی. یعنی اون اصل ماتریالیستی که هستی اجتماعی آگاهی اجتماعی رو تعیین میکنه اینجا عمل نمیکنه، درست برعکس عمل میکنه. این از هستی اجتماعیش نفرت داره و بعد از این که بگه که من واقعیت اینه که به این بدبختی چرا تعلق دارم، اینو نمیخواد بپذیره و در نتیجه نفرت داره. این روی حرکتش، جنبشش، بعد حزب نفرت ایجاد میشه. اهل کار مشترک سازماندهی نیستن، اهل اکسیونای آنلاین هستن، ولی بیشتر این سم اینا رو باید خیلی توجه کنیم و این خیلی پدیده مهمیه در ایران با توجه به اینکه فضای اجتماعی در شبکه های اجتماعی خیلی دست این جوان هست که این وضعیت رو داره. نازمی جان، تو هم میخوای یه جواب در حد یک دقیقه تا دو دقیقه؟ خیلی کوتاه. بخش از این درگیری که در بین فمینیست های داخل ایران، درگیری نظری که بین فمینیست های داخل ایران و خارج ایران بر سر در واقع چیزی که من اسمشو میگم حرکت بیان آزارهای جنسی در فضای مجازی که روی زمین هم الان در بین سینماگران ایران مطرح شده، این بحران ارتباط آنلاین و آفلاین و این نیست که هر آنچه که آفلاین ناجنبشه، حالا با تعریفایی که بیان داره، و هر آنچه که روی زمین جنبشه. اتفاقا از قضا خیلی از این حرکت‌هایی که روی زمین هم داره اتفاق می‌افته و در فضای آنلاین نمود پیدا می‌کنه، بخشی از یک سازماندهی یا تشکل یا در رابطه با نهاد و سازمان نیست و از این منظر به نوعی این اکتورها اکتورهایی هستن که اقدام فردی روشون در یک افقی، رابطه افقی با اقدام جمعی پیدا می‌کنه. ولیکن بخشی از درگیری‌ها مربوط واقعاً به مشکلی هست که شاید خود منم بخشی از اون باشم و خیلی از ما فمینیست‌ها که بیرون از ایران کار می‌کنیم بخشی از اون باشیم و اون ریسورس‌ها و منابع و فاندهایی هست که به ما تعلق می‌گیره برای اینکه روی مسائل کار کنیم که به فمینیست‌های داخل ایران تعلق نمی‌گیره یا اگر تعلق بگیره برای ما مشکلات امنیتی بسیار ایجاد می‌کنه و این تا حدی فعالان حقوق زنان داخل ایران رو در رابطه با آنهایی که خارج از ایران هستن، چه آنهایی که خودشون رو جنبش می‌نامند، از جمله مثلا این صفحه من هم خودش رو جنبش من هم در ایران، جنبش میتو در ایران خوانده، دوچار بحران می‌کنه. به این دلیل که اگه بخوایم از بیوک در واقع استفاده بکنیم،
به نوع یک جور پروژه نجات حقوق بشری اینجا در کاره و این مشکلات عدیده ایجاد میکنه برای کسایی که باید روی زمین کار بکنه و سالهاست این رو بیان میکنن، نه تنها در رابطه با جنبش مرهم، در رابطه با جنبش حجاب اجباری، در رابطه با جنبش های دیگه ای که مربوط به زنان هم. مسئله زنان در یک ژئوپلیتیک پیچیده ای قرار داره در رابطه ایران با قدرت های بزرگ و این موضوع رو هر روز سیاسی تر و سیاسی تر میکنه. در رابطه با حجاب اجباری حمایت های بسیار زیادی از سوی مردان هست به صورت افقی، در رابطه با جنبش من هم امتیازها به خطر افتاده، همون حمایت ها رو نمیبینیم و یک جوری فشارها به فعالین حقوق زنان در داخل ایران به واسطه قوانین نابرابر و به واسطه فشاری که به هر حال از طرف مردسالاری داره بهشون میاد که دارن این حرکت رو پیش میبرن بیشتره و به هر حال به نظر من یک جور سیاست حمایت politics of allyship اینجا مهمه و این سیاست حمایت به گونه‌ای باید باشه که واقعا کسی که به قول آمریکایی‌ها do not harm، یعنی اذیتی به آزاری نباید لااقل به اون کسانی که در داخل ایران دارن کار میکنن برسه و به نظر من این چیزیه که اگر بتونیم با گفتگوی بیشتر تبدیل به یک اصل کنیم شاید رابطه ارگانیکی و حمایت بیشتری بین فمینیست‌های بیرون از ایران و داخل ایران شکل بگیره. تمام میشه من فقط سوال اولی کنم؟ بله بله در بحث همین ناجنبش هایی که میشه، اولا من تفاوتش رو با موهماند و بعض یعنی موهمان های پایه نمیدونم، وقتی میگین که دوباره برمیگردن همون موهمان های ناجنبش میشن، برای من بیشتر این موهمان های پایه است دیگه. بعضه این تفاوتش رو یعنی احتمالا تفاوت نوانس هست، اینو بهتر دوست داشتم بفهمم. در بحثی که هم در مورد ناجنبش میشه، امانوئل هانریت از فابریک دو نو پروبلم یعنی ساخته شدن نامسئله صحبت میکنه، یعنی مسئله تا یه مدت انویزیبل میمونه. آیا ما اینو میتونیم هم در مورد بحث جنبش میتو اینا مطرح کنیم که اصلا جنبش میتو تبدیل هم از بالا هم از پایین تبدیل به ناجنبش میشه؟ این دو. سومی در مورد کمپلکسیتی دو سوژه که میگید، در مورد کمپلکسیته که ما همش عادت کردیم چیزهایی که میخونیم ساده سازیه، دترمینیسته، ساده سازیه، خطیه و این کمپلکسیته خیلی خیلی مهمه و نیاز به یک مطالعه انتردیسیپلینر داره. حالا این مطالعه انتردیسیپلینر در ماتریسی که شما توضیح میدیم و نقش دیتا دولت رو باز میکنیم، چیزی که خیلی مشهول مطالعه نمیکنیم خود اتاست، خود دولته، خود اکسیون پوبلیک یا اقدام عمومیه. اقدام عمومی متأسفانه بحث ریستر بشه آنالیز های یعنی تحلیل های سیاست گذاری های عمومی که اینو اصلا ما باز نمی کنیم. ببینیم مثلا از بالا انتراکشنی که از بالا تا پایین هست، همین این بحث اصلا خودش مرکزی بودن مطالعات انتردیسیپلینری که میخواستم بیشتر ببینم یک سوء تفاهم را ببین. سوشال نابوبن دیفاین نمیشه فقط با آنلاین و فلان ها. اصلا زمانی که من روش کار کردم اصلا آنلاین وجود نداشت، اغلبش اتفاقا آندرگراوند هست، ولی آنلاین بهش یه دینامیک به خصوصی داده. یه موقعی خوب بوده، قوی بوده، زمان دولت نمیدونه راجبش مثلا توی دنیای عرب، حالا که الان دولت میدونه و چیز شده، ضعیف شده. آره. من خیلی ممنونم.